بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید که خوب باشین شاگردای عزیز و روزهای خوب و خوش را سپری کرده باشین و همچنان صحتمند باشین. میاییم شاگردای عزیز، برای درس روز گذشته ما و شما سوالات عبارتی عملی جمع بود. در سوالات عبارتی عملی جمع ما برتان سوالات به دو شکل حل کرده بودم، یکی به شکل افقی و یکی هم به شکل عمودی. و همچنان گفته بودم برتان شاگردا که از متن سوال ما میتونیم سوال تشخیص بدیم که عملی جمع بالایش اجرا میشه، عملی تفریق، ضرب و تقسیم. امروز ما شما به جلسه پنجم خود میپردازیم و امیدوار هستم که سوالات عبارتی عملی جمع را شما کار کرده باشین در خانه. صنف چهارم، مضمونتان ریاضی، موضوع درس امروزتان سوالات تفریق اعداد به صورت عمودی و افقی، صفحه ده کتاب مربوط استاد لطیفه صدیقی و همچنان جلسه پنجم. شاگرده عزیز متوجه باشین، جلسه پنجم است. در جلسه پنجم سوالات تفریق اعداد به صورت افقی و عمودی است. ما روی مثال کار میکنیم شاگردان. ببینین که ما اما قسمی که گفته بودیم در عملی جمع سوالات به تو شکل حل میشه، هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی، به می ترتیب در عملی تفریق هم عین قوانین اجرا میشه. متوجه باشین من سوالات حل میکنم. در عملی تفریق برتان گفته بودم که عدد اول همیشه وقت چی میباشه؟ مفروق منه. عدد اول خود به نام چی یاد میکنیم؟ مفروق منه، آفرین. و عدد دوم خود به نام مفروق، و چیزی که حاصل میشه او را به نام حاصل تفریق یاد میکنن شاگرد عزیز. میاییم به سوال خود، سوال خود حل میکنیم، البته به شکل عمودی. از عدد اول، رقم اول ما عدد 4 است. از 4 که 0 کم شود خود 4، از 2 که 2 رقم کنیم 0 باقی میماند، از 6 که 3 رقم کنیم 3 باقی، و از 8 که 4 رقم کنیم 4 باقی. یعنی حاصل تفریق ما شد 4304 به دست آمد. همین سوال شاگردان عزیز ما به شکل افقی حل میکنیم. ببینید به شکل افقی چه قسم حل میشه؟ به این شکل گفته بودم شکل افقی را که شکل افتاده، 8624 منفی 4320. باز هم رقم یک ها را با یک ها، ده ها را با ده ها، صد ها را با صد ها و هزار ها را با هزار ها به این ترتیب نشانی میکنیم. بعد از عملی تفریق انجام میدیم. از 4 که 0 رقم کنیم خود 4، از 2 که 2 رقم کنیم 0 باقی میمانه. یعنی 2 افغانی داریم، میریم یک چیز میخریم بشه با قیمت 2 افغانی، پس پیش ما تاون چیز باقی نمیمانه. از 6 که 3 رقم کنیم 3 باقی شاگرد عزیز، و از 8 4 رقم کردیم 4 باقی. 4304 باز هم حاصل تفریق عین چیز به دست آمد. پس ما سوالات عملی تفریق هم میتونیم به شکل عمودی و هم میتونیم به شکل افقی حل کنیم. خب شاگردای عزیز، میاییم به سوالاتی که شما باید تو سوالات حل کنید در خانه. تمرین داریم شاگردای عزیز، متوجه باشین. در تمرین در بخش اول سوالات عموما به شکل افقی براتون داده، اما در بخش دوم به شکل عمودی براتون داده شده. شما میتونید که هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی حلش کنید، و در صورتی که اگر کدام مشکل داشتین شاگردای عزیز از طریق واتساپ و تلگرام با ما در جریان بگذارین، ما مشکلاتتان را حل میکنم و آرزوی موفقیتتان را میخوایم. امید که روزهای خوب و خوشی را پشت سر داشته باشین. موفق باشین. خدا حافظ.